آخرین آمار قربانیانی مبتلا به ویروس مرگبار ابولا در آفریقا از مرگ 729 و ابتلای 1200 نفر به آن حکایت دارد. همزمان ارنست بای کوروما رئیس جمهور سیرالئون از اعلام حالت فوق‌العاده در این کشور خبر داد. او گفت بیماری ناشی از ویروس ابولا چالش بزرگی را برای کشور ما ایجاد کرده. من با استناد به قانون اساسی سیرالئون و به منظور اتخاذ رویکردی قویتر برای مقابله با اپیدمی ابولا اعلام حالت فوق‌العاده می‌کنم. ده پزشک و پرستار نیست که در تماس با این بیماران بودند تا کنون جان خود را از دست دادند و آژانس فدرال آمریکا موسوم به سپاه صلح خبر از فراخوان 340 داوطلب خود از کشورهایی که بیشترین آلودگی ها را داشته اند داده است سازمان بهداشت جهانی هم از اختصاص مبلغ 75 میلیون یورو برای مقابله با این بیماری خبر داده بیشترین آلودگی ها تا کنون در سیرالئون، لیبریا، گینه و نیجریه ثبت شده است. دولت آمریکا هم ضمن تایید مرگ یک طبعه خود در نیجریه اعلام کرده که دو شهروند دیگر این کشور نیز که به این ویروس آلوده شدهاند در راه بازگشت به آمریکا هستند